برای اطلاعات بیشتر در مورد دولت رفاه اسپانیا با گیوم لوپس کاساس نواس استاد اقتصاد دانشگاه پومپا فابرا و مشاور بانک مرکزی اسپانیا گفتگو می کنید. آقای لوپز دولت رفاه از زمان ایجاد دموکراسی در اسپانیا با کاهش بودجه روبرو بوده با توجه به اینکه اسپانیایی ها بالاتر از سطح متوسطی که آنگلا مرکل از آن سخن گفته بود زندگی کردند آیا این امر اجتناب ناپذیر بوده است؟ در واقع سطح هزینه ها و مخارج در اسپانیا با سطح درآمدها ها همخانی ندارد. این اختلاف تقریبا برابر با ده درصد کسری بودجه ماست. همچون هر کشوری این رقم بخشی از هزینه های مربوط به دولت رفاه را تشکیل می دهد. این موضوع شرایطی را پیش میآورد که به دشواری توان دولت رفاه را پشتیبانی کرد کاهش بیشتر بودجهی که ما شاهد آن هستیم ناشی از کاهش رشد مورد انتظار است رشد چند درصدی بالاتر از تولید ناخالص داخلی اسمی نمیتواند در حال حاضر دولت رفاه را پشتیبانی کند بنابراین رشد هزینه های اجتماعی ما نسبت به رشد درآمدهای حاصل از مالیات روندی سریعتر دارد. سلامت عمومی ای که از حوزه های اصلی دولت رفاه است که بودجه آن شدیدن کاهش یافت است. آیا حق برخورداری از خدمات درمانی رایگان در اسپانیا وجود دارد؟ همونطور که میدانید ایده همه چیز برای همه رایگان در تمام کشورها شعار بی‌محتوایی است. در کشورهایی که بیمه اجتماعی ریشه دارد است، بخشی از هزینه‌های درمان افراد تحت پوشش از بودجه بخش عمومی تأمین شود، و بخشی هم به عنوان بیمه تکمیلی دیده شده که از محل بودجه عمومی تامین نشده بلکه خود شهروندان باید آن را بپردازند در نظام هایی که خدمات ملی درمانی دارند نظیر کشورهای شمال اروپا چارچوب مشخص و دقیق تری وجود دارد خدمات درمانی یا کاملا تحت پوشش بیمه قرار میگیرند یا اصلا بنابراین در خدمات درمانی که تحت پوشش بودجه عمومی قرار نمیگیرند سهم بیمه تکمیلی به 100 درصد میرسد در اسپانیا خدمات درمانی با نظام ملی درمان شروع شد اما هیچ چارچوب دقیق و مشخصی وجود نداشت و به تدریج این نو بیمه همه خدمات درمانی را تحت پوشش قرار داد دلیل محدود شدن آن بار سنگین هزینه های این خدمات درمانی بود و ما دریافتیم که نمیتوانیم از آن حمایت کنیم نظام بیمه اسپانیا چیزی بین هر دو نظام بیمه است که همه خدمات درمانی را در بر میگیرد اما آنچه در بریتانیا روی میدهد را رو نداریم اینکه دست کم برخی خدمات درمانی در هیته بیمه های تکمیلی قرار گیرند چه حلی پیشنهاد می کنید؟ این یک تصمیم سیاسی است و خارج از حوزه آکادمیک سیاستمداران باید بین قواعد و مدل های مطرح در حوزه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی دست به انتخاب بزنند یا مثل بریتانیا یا کشورهای شمال اروپا نظام ملی سلامت را داشته باشند که در این صورت باید سازمانی دستبندی خدمات درمانی و چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن آنها را بر عهده بگیرد یا نظیر فرانسه آلمان هلند اتریش و بلژیک نظام تامین اجتماعی را پیش بگیرند که تمام خدمات درمانی را تحت پوشش قرار میدهد و بر حسب ضرورت آنها سهم بیمه تکمیلی را تعیین کنند